درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه، و درود گرم به جوانان سرزمینمون ایران که به راستی حرکت‌های براندازیشون جنبه جهانی پیدا کرده و تمام دنیا در رابطه با فعالیت‌های اونها دارن حمایتشون میکنن و در حال رسانه هاشون پیگیر لحظات این مبارزات هستن. برنامه پیشین همین امروز آقای فریدون توفیقی دوست عزیزم به راستی بسیار جاندار بود و دیدیم که چه حرکت های جالبی در رابطه با جمهوری اسلامی و فعالیت های جوانان در این برنامه پخش شد. تلویزیون پارس از روزی که این در حال تظاهرات آغاز شده نقش و در حال فعالیت های جالبی رو دنبال کرده به سود جوانان ایرانی که من کمتر در سایر رسانه ها یک چنین تحرکی رو دیدم. باید از این دوست عزیزمون آقای امیر شهرتی و به ویژه آقای مهندس شجره تشکر بکنیم که این مبارزات رو تا این حد پیگیر میشن و برنامه سازان این تلویزیون هم اون رو دارن دنبال میکنن. ترور دو روزنامه نگار ایرانی رو در لندن داشته که سپاه تروریستی پاسداران دنبال اون بوده و سازمان های اطلاعاتی انگلیس این ماجرا رو لو داده و مراقبت کرده تا سپاه در این رابطه موفق نشه. بنابراین این فعالیت ها آخرین فشارهایی که جمهوری اسلامی و اشتباهاتیه که مرتب داره تکرار میکنه آغازگر اون شده و این یکی از رسواترین فعالیت هاشه که در خارج از کشور بیشتر کشورهای مختلف رو از این ماجرا عصبانی کنه. جمهوری اسلامی تصور نمیکرد روزهایی که فوج ایرانی ها کشور خودشون رو ترک میکنن روزگاری برسه که این ایرانی ها در هر کشوری که هستن در سطح اروپا در سطح امریکا بزرگترین مشکل آفرین برای این حکومت جانیان و دزد و فاسد در ایران بشه. الان متوجه شدیم که در همه کشورها تظاهرات گسترده و بزرگی برپا میشه و همطور که عرض کردم به زودی روز 19 نوامبر در نیویورک و سوی کانادا و انگلستان کانادا تظاهرات بزرگی رو با مردم نیویورک و ساکنان ایرانی و اون منطقه و امریکاییایی که در نیویورک هستن در مقابل سازمان ملل برگزار میکنن. میگن تا 100,000 نفر ممکنه در این تظاهرات بزرگ شرکت کنن. روی خط ما آقای سیاوش عبستای عزیز هستن. درودی گرم دارم برای شما که با مطالب پرباری وارد این برنامه میشین و همیشه به ما یاری میدین و بینندگان رو پروپیمانه از اخبار و رویدادهای مهم میکنین و سپاسگزارم که به حال آغازگر برنامه‌تون باشین و شروع بکنین مطلب رو. بله، درود بر شما استاد شرفشاهی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. درود دارم به بینندگان مهربان، به آقای امیر شهرتی عزیزم کارگردان خوب تلویزیون پارس، به برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزار هستیم، از آقای دکتر عبدالله فراگوزلو و گزارش‌های خوبشون در خدمتتون هستم. استاد شرفشاهی حالتون چطوره؟ ای بعد نیستیم قربان، موقعی که شما رو ببینیم حالا اون بهتر میشه. شما هم دیدم اشاره کردید تو برنامه در رابطه با مهندس شجره و این مدیریت خوبش که در خدمت انقلاب مردم هست، یک تا اینکه یک عکس یک فیلم در این آقای شهرتی آماده کنن، من میخواستم یه خبر خوب بهتون بدم، اون اینه که جمهوری اسلامی که خب در انگلیسی بودنش شکی نیست، اخیرا تلویزیون بی بی سی یک آوانتاژی بهش داده. این خانم رعنا رحیم‌پور
یا از برنامه سازانش هست، یک مکالمه خصوصیش رو با مادرش ضبط کردن. وقتی که متخصص کسی باشه مکالمه رو گوش کنه، پی میبره که از طریق خود بی بی سی این مکالمه ضبط شده، چون صدای خانم رعنا رحیم‌پور بلند و خوب و واضحه ولی صدای مادرش ضعیفتره. اونجا داره بی بی سی میخواد به گونه ای از جمهوری اسلامی دفاع کنه و مبارزات انتقام جویانه و خشن مردم ایران رو بگم و توش نیستیم، اون رو تلویزیون دیگه است. این رو به عنوان پیش درآمد عرض کردم که در تایید فرمایش شما باشه که تلویزیون پارس همیشه با مردم همراه بود. مسئله دیگه آقای شرفشاهی عزیزم، یک ویدئویی داریم 1 دقیقه و 30 ثانیه است از گجستگی پلید تازی اهریمن و ایرانی ستیز خمینی جلاد. این 1 دقیقه و نیم رو که گوش کنیم، من میخوام پیرو عرایز هفته پیشم به جهانیان و به ویژه به مردم سرحشور ایران و این نسل نوین و انقلابی ایران اعلام کنیم که مواظب باشیم. اصلاح طلب ها با صرف میلیارد ها دلار و هزینه هایی که در اختیارشون بوده و هست که توضیح میدم امشب، یه اسرار مهمی رو در این رابطه میگم، با همین شیوهی که خمینی میگه عمل میکنن و جاسوس های جمهوری اسلامی در صد تا سر دنیا، همینطور که خمینی میگه در 1 دقیقه و نیم گوش میکنیم و بعد میگردیم که من روش صحبت کنم. بله خمینی رو بعد. اگر رفت آمد اشکوکی را دیدید خودتون توجه کنید تو اطلاع بدید. یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنن یا نظارت بکنن، خب در قرآن میفرماید که ولا تجسسو، راسته قرآن فرموده است مفاهم هست امر خدا، این اشکالا به سید و شهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. حفظ جان وابسته به این است که شما قرآن واضح است باشم، دروغ بدید واضح است باشم. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، هممون باید از بین بریم تا حفظش کنیم. برای همه ما واجب است که جاسوسی کنیم، بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچه قائله پیدا بشه. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا میشد که خب جاسوسی که خوب نیست، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شو به خمر واجب است. اگر رفت و آمد اشکوکی را، بله میبینیم این آقای استاد شرفشاهی نازنین 1 دقیقه و 30 ثانیه است و تفسیر تاریخ سادات تازی است که 1401 سال ایران ما رو ویران و هر 2 سال یه بار، خصوصا توی 42 سال بچه ما رو کشتن و قتل عام کردن، اونم جوانترین نیرو، نخبه‌ترین نیرو، هنرمندترین نیرو. حالا رازی رو که من میخوام امشب هدیه کنم به برنامه شما استاد شرفشاهی اون اینه: قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس در خارج از کشور بود، در ماه میلیاردها دلار در اختیارش بود و ایران چون در تحریم اقتصادی بوده و هست از 40 سال پیش تا الان، اینها نیازمند پول بودن، یک و نیازمند این بودن که جایگاهی باشه برای پولشویی که بتونن پولا رو رد و بدل کنن. پول ها رو از طریق بانک ها نمیتونستن، از طریق مراکز فایناشل فینانس مانی که به فرانسه میکردن. دکتر آنجلو دالوی اینا رو بلد، یه روز دلم میخواد باید صحبت کنم اینا رو توضیح بده برای مردم، ولی مردم اطلاعات ندارن، نمیدونن اصلا اینه، حتی متخصصین هم ندارن، حتی برنامه سازان رادیو تلویزیون اطلاعات شوربختانی ندارن، آگاهیشو ندارن.
قاسم سلیمانی میلیاردها دلار جابجا میکرد، یک هزینه خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور، دو هزینه میلیاردها دلار سپاه قدس و پابرهنهای دنیا رو که از سوریه و لبنان و عراق گرفته تا شمال آفریقا و جنوب آفریقا و آمریکای لاتین و حقوق میداد، اینا رو همه رو تامین میکرد از این کانال. در این رابطه اینها میبایستی آقای شرفشاهی استاد عزیز من پاسپورت های خارجی در اختیار می داشتن که با این پاسپورت های خارجی بتونن در امریکا، در اروپا، در جاهای دیگه یک انجمن ها، تشکیلات اقتصادی، بیزنس های کوچولو بزرگ بزنن و از اون کانال پول رو شستشو بدن. و همین خاطر بود که ده ها شاید صد ها نفر گدا که تا دیروز یک دلار پول نداشتن نمونه های داخل ایرانش رو همه می دونن. نمونه خارج از کشور رو کمتر میشناسن، شناسایی میکنن آدم ها رو. اینها آدم های گدا رو پولدار بکنن که مثلا اگر میخوان یک میلیارد دو میلیارد دلار نقل جا به جا بکنن، 10% به خود اون طرف میدادن و 20% 10% هم به اون مراکز فایناشلی که پولا رو جا به جا میکرد، اینا رو جا به جا میکردن که مثلا یه هتل تو فلان کشور بخرن، یه رستوران فلان کشور بخرن، رستوران و هتلی که یک میلیارد مثلا قیمتش بود اینا 20 میلیارد هزینه میکردن، یا یه میلیون بود 20 میلیون. اینجوری اینها در خارج از کشور یک امپراتوری بزرگی ساختن. خیلی از بچه ها و هنرمندان و شخصیت های سیاسی رو به اینها امکانات دادن که اینا اسوسییشن های بسازن، کمک بکنن به اون، کمک بکنن به این، از اونجا مریض بیارن و تمام اینها پولشویی بود که تو این چند ساله میلیاردها دلار جابجا شد. بعد از این که قاسم سلیمانی کشته شد، این پولها دو جا بود، یکی تو مراکز فایناشل فینانس سه جهانی مثل بانک هاست اونها، و یکی توی همین آدمایی که بهشون داده بود که اینا بیزنس واکنن اینها. اونا رو که اونا بالا کشیدن، یعنی تحریم اقتصادیش که کردن تمام پولا رفت، ولی پولایی که داده بود به حسن و حسین و عبدالله و جعفر و اینا که اینا بیزنس زده بودن، اینها تو دست اینها موند. و چون شرکت ها رو به گونه می ساختن که مثلا اون یارو که سر رئیس شرکته 5% داره ولی 95% افراد اطلاعاتی خود نظام جمهوری اسلامی بودن، اینها الان همه رو جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در خارج از کشور مثل بنیاد علوی که بنیاد پهلوی بود، اینو در اختیار دارن. و همین خاطره که من میخوام اینجا از تلاش های تیمی که ساخته شده مثل سام رجبی اینها اقدام میکنن و بیشرفی افرادی رو در خارج از کشور نشون بدن و اینجا مهر تایید بذارم و تاکید بکنم که جریانی که این جودوکار قهرمان ملی ایران جودوکار ما بود سام رجبی توی ایران، آقای شرفچای استاد بهش اتهام وارد کردن چون مخالف بود و ایشون مجبور شد بیاد خارج، الان این کاری که ایشون میکنه بیشرف ها رو میاد معرفی میکنه، بهشون حمله میکنه، اینها اکثریتشون با اینکه میان یک چهار کلمه حرف میزنن در رابطه با ضدیت با نظام جمهوری اسلامی، اینها تو اون کادر اصلاح طلب ها هستن که میخوان انقلاب جوانان ما رو به انحراف بکشن. زیرا که آقای استاد شرفشاهی برای جمهوری اسلامی از سالها پیش دو تا قضیه حل شده که اینا میخواستن عوضم بکنن، حتی زمان مهاجران این کار میخواستن بکنن که بعد راه کردن، یکی پرچم شیر و خورشیده، دومیش روسریه. جمهوری اسلامی توی پروژه دیرینش از که این دو مورد رو با عنوان اصلاح طلب ها در قدرت، چون اصلاح طلب ها هم نوکر ولایت فقیه هستن، اصلاح طلب ها هم جناح دیگه نظام هستن، اصلاح طلب ها هم ما دیدیم چه خاتمی، چه روحانی سرسپرده، چه ظریف، اینا سرسپرده ی علی خامنه ای بودن و هستن. اینها پروژهشون بود که این دوتا اوانتاژ رو بدن. اما یک اوانتاژ، یک امکان که اینها باهاش مبارزه میکنن و نخواهند داد و ما بایستی مثل این که بچه‌هایی که مثل سام رجبی عمل میکنن بیان یقه مردم میگیرن جلو سفارت، جلو جای کنسرت، چه میگن بگو مرگ بر خامنه ای، خمینی، مرگ بر جمهوری اسلامی. حالا یه سنجش دیگه ما باید بذاریم که اون این سنجشه که مهمه، به ما نشون میده که کی تو کادر جمهوری اسلامی برای استحاله کردنش و دزدیدن انقلاب هست نیست. اون چیه؟ اون شعار جناب شرفشاهی استاد عزیز، شعار رضا شاه روحت شاد است.
الان ملت ایران که در کوچه و خیابون ملت ایران همون پیرپاتالایی که همونطور که شما بارها فرمودید و همه میدونن، اینهایی که این اسلام رو 1400 سال پذیرفتن، خمینی هم داره میگه، خمینی خودش بود میگفت، نه معاونش بود، نه وزیرش بود، نه سکسس خلیفهش بود، خودش بود میگفت، میگفت ما به خاطر که اسلام رو حفظ کنیم. اسلام چیه؟ دین اسلام هر کی مسلمان نوش جانش، ما نیستیم. هر کی مسلمانه نازش هستش، ما احترامش داریم، ولی تو خونه من اسلام برای ما 1401 سال قتل و خون و جنایت آورده از هر نظری که فکر بکنید. یهودی کشی کرده، مسیحی کشی کرده، زرتشتی کشی کرده، بهایی کشی کرده، چقدر بهایی رو نکشتن و و و. خب خود خمینی میگه برای حفظ این که دین اجدادشه، یعنی به اجداد خودش مربوط میشه، به من و شما مربوط میشه، میگه دروغ بگید، فاحشه‌گری بکنید، مشروب بخورید، هر کاری میخواید بکنید که این یارو بمونه، ما نمیخوایم تو مملکتمون بمونه. حالا رضا شاه روحت شده، آقای شرفشاهی، که این انقلاب به که الان به اوجش رسیده از چند سال پیش تو ایران شروع شد، با همین شروع شد. چرا؟ بچه هم الان همینن. رضا شاه روحانیت رو لباس کرد، اینا میزنن اما ما رو برمیدارن روحانی رو نمیخوان، اومدن تو خیابون کار میکنن. رضا شاه چادر و چارچور از سر ملت ایران، زن ایران برداشت، آزادی زن، تساوی بیان تو جامعه. بچه هامون هم الان روسری رو نه که بگن برمیداریم، آتش میزنن. رضا شاه روحت شد. آقای شرفشاهی، من اینجا تو پرانتز بگم، من میخوام به یک بانوی بزرگ آریایی که پیش از رضا شاه بانی و باعث اصلی کشف حجاب بود درود بفرستم. اون بانو زرین تاج هست، زرین تاج قرة العین، نخستین بانوی آزاده بود که در این یکی 200 ساله اخیر رفت در دشت مغان که اون کنگره زرتشتی و اهورایی خودش گذاشت و اونجا از نور صحبت کرد و از خورشید و غیره. زرین تاج نخستین کسی بود که روسری و چادر و چارچور رو اونجا برداشت و همه زنان هم خواست که این کار بکن. بعد از اون رضا شاه این کار دنبال کرد. حالا رضا شاه یه کار دیگه، کار زیاد کرده. من یه بار این فیلمی هست که تلویزیون من و تو ساخته و پخشش هم کردن مستردی ببینین، اون آخر فیلم حدود 50 تا کارهای جدید مدرن و خوب رضا شاه رو تیت کرده. از جمله مثلا کشتن ساداتی بود که اینا سادات تازی اومده بودن و تبعیض نژادی و آپارتاید رو تو ایران حاکم کرده بودن. رضا شاه گردن اینا رو زد. رئیس اینا رو که همه میشناسن آقای حسن مدرس بود. حسن مدرس رئیس وقت قطب سادات تازی در ایران بود، ایشون رو کشت. کسای دیگری هم کشت که اینجا به اون اسم مثل سید فیروز نصرالله، نصر الدوله مثلا، یا سید محمد بیرجندی که به نام تدین مشهور شد نکشتش چون زود توبه کرد، و یک عده دیگه رو. اینها به همین خاطر مخالفن. الان سادات تازی شعار میدن علیه رضا شاه سال هاست. یا مثلا نکته بسیار مهم دیگه استاد شرفشاهی اینه که مردم ما هم الان درست مثل رضا شاه که با دین تازی مبارزه کرد میگن بیزارم از دین تو، نفرین با این تو. و مورد بسیار مهم، رضا شاه استاد شرفشاهی هرچند کوتاه با امریکا جنگ کرد، با انگلستان جنگ کرد، با روسیه میخواست وارد جنگ بشه که تحریمش دادن. خب این موارد دیگه زیاده که نمیخوام چون وقتمون کمه اشاره کنم بهش. پس اینو میخوام بگم، هر کس که بیاد بگه رضا شاه روحت شد و نبایستی بگید، این کس هر کس میخواد باشه، هر کس میخواد باشه، بدونید که تو این کادر قاسم سلیمانی و پولهای خارج از کشور تو این سالها بوده و اینها ماموران پنهان جمهوری اسلامی هستن، همونطور که خود خمینی اشاره کرد اینها جاسوسایی هستن. بیشتر اینها هم، من ارادت بسیار دارم به سیدهای عزیز، خود اینها میدونن. الان به فخر سادات عزیز حجازی شنیده بودم از جهان رفته، به حسین حجازی عزیزم همدردی خودم رو پیشکش کردم. در پاریس در سراسر جهان من دوستان سید بسیار دارم، براشون احترام بسیار قائلم. دکتر کوروش آریامنی، سید رضا مظلومان سید بود، ما با سید مخالف نیستیم، با این سادات تازی که در کادر حزبی حکومتی برای نابودی ایران اومدن دارن کار میکنن و یه جور پنهان کار میکنن. همین هایی هستن که الان جا وقت نمیشه، ولی قبلا پخش کردیم. دو تا سید که هر دو تاشون الان زندن، آقای اصلان افشار، ایشون گفت همه کاره محمد رضا شاه عزیزم
که اینها اون برگه رو دادن به زور پادشاه بخونه و شاه رو ثابت کردن دو تا سید. پس سیدهایی که تشکیلاتی کار میکنن اینها همونطور که خمینی گفت جاسوس هایی هستن که امکان داره بیخ گوش شما، بیخ گوش من، بیخ گوش هر کسی باشن، من بهشون اخطار میکنم. به خاطر این اخطار میکنم که نسل نو و جوان ما اصلا مثل گذشته ها فکر نمیکنه. همینی که هست دیدیم روسری میسوزونه، بیزار از دین و و و. من آقای شرفشاهی یک مثال بزنم بعد به فرمایشات شما گوش میکنم. اون مثال اینه، چون همه میدونن ارادت من و شهبانوی عزیزم که از 5 سالگی من عاشقشم، دوستش دارم، از 5 ساله بودم. من ایشون اومد مشهد رفت جزام خونه، من باورم نشد، داداشم من برد اونجا، دیدم این زن اومده تو جزامی ها. از همونجا من فرح رو دوست دارم، بهش علاقمندم. در طول تاریخ هم همه دیدن که چقدر فداکاری نسبت بهشون من داشتم و و و غیره. میخوام بگم شهبانوی عزیز فرع پهلوی تغییر کرده در همین رابطه شعارهای مردم. ایشون خودش تاریخ 1401 تازی رو دیگه استفاده نمیکنه، از 1 سال پیش شاهنشاهی رو استفاده میکنه. دوم این که ایشون اومده تگ چند مصاحبه که از تلویزیون من تو پخش شد، الان روی اینترنت هست، همین میتونم برم گوش کنم، به مادر خودش انتقاد کرد، فریده دیبا که نقش مهمی در آخوندبازی در تشکیلات دربار داشت و همین سر برادرش هم کسی که اونو میده ایشون میخونه، شاه میخونه، گفت مادر من حتی به زور میومد به ما میگفت که بریم روزه ابوالفضل، بریم اونجا دارن چه میکنن. میگفت مادر من میمد میذاش روزه لب بزنم و این حرفا و فلان. خب یعنی همون. و بعدم به شهبانو شما نگاه کنید، تمام این سفرهایی که در دنیا رفته عکساش وقتی نگاه میکنید در اکثریت اینهایشون پوشش سر داره، یعنی یا کلاه سرشه یا یک روسری به گونه سرشه. من با استادان ما در فرانسه اسمشون رو نمیخوام بیارم، با چند تاشون رفیق بودم که یکیشون شبانو اصلا بهش رسید که ایف سن لوران، میگم ایف سن لوران که در دنیا مشهور شد به خاطر بود که لباسه شبانو ساخت و بعدشون شاگرد کریستیان دیور بود، از پولی که شبانو بهش داد تو شانزلیزه مغازه و کرد، حال ایشون مورد برها هموار اینا به هم میگفتن، میگفتن شهبانو انقدر زن نازنینیه که میگه همیشه لباسای من پوششی باشه، یعنی سکسی نمیپوشید. ولی الان نسل جوان ما سکسی میپوشه، یعنی میاد سکسی جا تو خیابون. همین مشکل شاهزاده با بچه های خودش داشت، بچه های خودش با خانمش اختلافاتی داشت، چون نور عزیزم بچه های دیگه لباس سکسی میپوشیدن، ایشون شاید یکیشون نمیخواست. ولی میخوام بگم این نسل، نسل جدیده، نسل جدید با قدیم از هر حسش فرق میکنه. هر کسی که بخواد مانع دادن شعار رضا شاه روحت شاد بشه، اینها چون پرچم برای رژیم مهم نیست، پرچم شیر و خورشید 2700 سال در تاریخ ایران پیشینی داره از زمان مادها. من منتشر کردم سندشو که در موزه همدان هست و اینها از قدیم میخواستن اصلا این کارو بکنن. چرا؟ چون میخوان سر مردم رو گرم کنن، کلاه بذارن. الان یادتون باشه سر ما رو میخوان کلاه بذارن با آدمایی که کاشتن با پولهای میلیارد میلیاردی که عرض کردم بهتون چجوری تایی این سالها. اینه که گول نباید بخوریم. شعار اصلی ملت ایران چیست؟ این هست که رضا شاه روحت شاد. هر کس اومد با این خواست مخالفت بکنه و حذف رضا شاه رو بدون دشمن ایرانه. نکته پایانی جناب استاد شرفشاهی عزیزم، ایران با شهریاری زنده است. شهریاری رو من استفاده میکنم، نه جمهوری و نه پادشاهی و سلطنتی. همچنان که به رضا پهلوی عرض کردم، از این بعد ما میگیم پرنس رضا پهلوی، که اگر فردا خواستیم گوشی کسی رو در اطرافش بگیریم، بدونیم که فاز جدیدی رو زنان و دختران آریایی وارد شدن در ایران. اون فاز جدید رضا شاه روحت شاد قطعی هست باش. استاد شرفشاهی عزیزم، این رو که میخوام بهتون بگم اون اینه که رضا شاه روحت شاد یعنی همه آنچه مردم سلحشور ایران امروز در کوچه و خیابون فریاد میزنن که اصلش ضدیت با پدر مادر شد. اصلش ضدیت با پدر مادر شد. پدر مادرها وقتی که دختراشون میبینن تا شکم لباس پوشیده، آستینش دیده میشه، چه میشه اینها الان هم مخالفن، اینا رو بدکاری میدونن. این حرامزاده های پلید مثل وزیر فلانش، مثل شهردار تهرانش، مثل رسایی که میان بچه های ما رو فاحشه میخونن،
با پدر مادر اینها که نمیان پشتیبانی کنن از اونجا به کوچه و خیابون بیان یکی هستن. چرا؟ چون نمیفهمن، درک نمیکنن نسل نو و جوان امروز رو که اینها در زمانه و دوران جدیدی زندگی میکنن که پیرپاتالا باید بدونن تموم شد و رفت. زمانه زمانه جدید است استاد شرفشاهی و رضا شاه روحت شاد. یک مسئله اصلی شهریاری که ما میگیم شهریاری یعنی یار ایران شهر بودن، یعنی کسی که یار ایرانه، یار ایران شهر باید باشه که موزاییک ایران رو بتونه حفظ کنه. ما با جمهوری هایی که بخواد 3 سال 4 سال بخواد بیاد نمیتونیم وحدت و همبستگی ایران رو در البته هر کسی نظر خودشو میتونه بده. من در آینده هم خواهم که چرا رضا پهلوی رو مجبورش کردن بیاد چه بکنه. رضا پهلوی رو مجبور کردن که بگه من نمیخوام شاه بشم، ولی شهریاری عامل وحدت و همبستگی کلیه طوایف ایران هست که لازمه اصلی ایرانی بودن. بله بسیار ممنون از شما. رضا شاه رو بیشتر در حال روحت شاد میگن به خاطر اینکه با آخوند مبارزه میکرد، برای اینکه لگد میزد این آخونده رو بهشونم بعد ویران میگفت آقا اینجا شما الان من یه واقعا این ویدیو رو نگاه بکنین ببینین روزی بود که اسلام واسه این دهنون نونی نداد، اینا همشون لاغر و در حال وضعیت خوبی نداشتن، دست شهبانو رو میبوسیدن، اینا الان همشون چاق و چلن پولدار شدن. این ویدیو رو در حال گذاشته بودن وسط های برنامه که پخش کنیم، الان آخر برنامه گذاشتن و از شما بسیار سپاسگزارم آقای سیاوش عربستای عزیز که مطالب بسیار جالبی رو در این برنامه ها که ما داریم با هم مطرح میکنین. و رضا شاه و حال یک پادشاهی بود ترقیقا و اولین چهرهی بود در ایران زمین که حتی اول همه دختر و خانواده خودش و همسرش و روسریاشون و نام لباسای اسلامیشون رو کنار گذاشت، همشون آورد که بقیه یاد بگیرن و بدونن. مدرسه هم باز کرد و اینا رو هم فرستاد با همین شکل در مدارس هم تحصیل کردن. مرد بسیار گرامی بود، ایران ساز بود و با همین دولت انگلستان هم مبارزات جانانه کرد. از شما بسیار ممنونم آقای سیاوش. استاد شرفشاهی 30 ثانیه آخر اینه که عکسی هست آقای شهرتی اگه داره نشون بده، یه خبر امنیتی مهم، دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیکولا پاتروچوف الان امروز وارد ایران شد با علی شمخانی. علی شمخانی که رئیس شورای امنیت ملی ایران نوکر صدام حسین بود و صدام حسین نوکر روسی و اتحاد جماهیر شوروی بود، اینها امروز جلسه داشتن. اگه عکس آقای شرفشاهی شهرتی بتونید، یارو یه جوری جلو شمخانی نشسته که یعنی تو نوکر مایی. اینا خودشون رو نیروهاشون رو نتونستن مردم سرکوب کنن، رئیس شورای امنیت روسیه رو آوردن تو تهران که اون کمکشون کنه. با سپاس از مهرتون، روز شب خوش. بسیار ممنونم، سپاسگزاری میکنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عربستا، دکتر قره‌گزدو و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنیم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.